بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد محصلين گرامی درس چهارم ما در مضمون ثقافت اسلامی در سمستر ششم شناخت مکتب اقتصاد اسلامی هست یا نظام اقتصادی اسلام است. ما سه درس را به شکل حضوری خواندیم و این درس چهارم را به شکل آنلاین یا به شکل غیر حضوری می خوانیم. ما در درس های گذشته نظام های کپیتالیزم و سوسیالیزم را معرفی کردیم، همچنان ما در رابطه با کپیتالیزم و سوسیالیزم ویژگی ها، خصوصیات و بعضی مواردی که مربوط به آن نظام ها می شد خواندیم و همچنان سلبیات و مشکلات آن نظام ها را تعریف کردیم. حال می آیم در رابطه به نظام اقتصادی اسلام. نظام اقتصادی اسلام یا چیزی که ما به نام نظام اقتصادی اسلامی معرفی می کنیم این است که عبارت از آن نظام است یا از آن علمی است که فعالیت‌های اقتصادی بشر را مطابق اصول اسلام و مبادی و قواعد اسلام توجیه و تنظیم می نماید. یعنی به این معنا که نظام اقتصادی اسلام عبارت از او نظام هست، از او علمی هست که موارد اقتصادی و امور اقتصادی مردم را به اساس اصول و مبادی اسلام توجیه و ترتیب می نماید. البته از این واضح می شود، قبلا که ما تعریف هم کرده بودیم، این سخن واضح می شود که نظام اقتصادی اسلام دو بخش داره. یک بخش ثابت داره که عبارت از آن اصول هست که از قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آن گرفته شده باشه، از نصوص قرآن کریم و از نصوص احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته شده باشه. این اصول همان بخش ثابت نظام اقتصادی اسلام است که ما این بخش را در بعضی موارد و در بعضی امور و مواد و یا به نام اصول معرفی میکنیم. یعنی بعضی اصول ثابت یا بعضی امور ثابت و بعضی ماده های ثابت ما در نظام اقتصادی اسلام داریم که آن از قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته میشه و آن هیچ وقت تغییر نمیخوره. و بعد از اون ما بخش تغییرپذیر داریم که انشاءالله در اون رابطه توضیح میکنیم که او تغییر میخوره طبق هر جامعه و هر عصر و هر زمان و هر مکان، که انشاءالله او را بیان میکنیم. در روشنی امین اصول ما باز نظام اقتصادی یا بخش تغییرپذیر اقتصاد اسلامی را میسازیم. این اصول عبارت از اصولی هست که ما اینجا میخوانیم. اول، در حقیقت مالک همه اشیاء الله متعال است. یک اصلی که ما در اسلام یا در نظام اقتصادی داریم، اقتصادی اسلامی، که اصل مالکیت اشیاء و چیزها به الله تعالی برمیگرده. یعنی مالک حقیقی همه دنیا و همه چیزهایی که در اختیار ما هست و ما او را در اختیار خود داریم و همه انسانها او را در اختیار خود داره و چیزی که در آسمان و زمین هست، او همه از آن خداست و مالک حقیقی اونها الله تعالی است. چی دلیل ما داریم به این؟ ای آیت را دلیل میگیریم که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیزهایی که در آسمان ها هست و همه چیزهایی که در روی زمین هست، همه از آن الله تعالی است و از خداوند است. همچنان آیات دیگه هم وجود داره، شما میتونین یک آیت را در مورد حفظ بکنین. یا ای آیتی که و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، شما نفقه بکنین از او مالی که خداوند جل جلاله شما را خلیفه گشتانده در آن مالها. یعنی شما در حقیقت مالک او مالها نیستین، بلکه جانشین خداوند هستین در مورد مالهایی که شما دارین، که او را در راه خداوند جل جلاله و یا طبق همان اصول یا طبق همان هدایاتی که الله تعالی برای شما میته او را مصرف بکنین. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، شما بتین از اون مالایی که الله تعالی برای شما داده.
او مالی که خداوند برای شما داده او را شما برای غریبا و فقیرا بتین. یعنی از این آیاتی معلوم میشه که مال و همه چیزهایی که ما داریم و همه چیزهایی که ما در زندگی خود داریم و در او تصرف میکنیم، او از آن خداوند است و ما در او ملکیت مجازی داریم و ملکیت حقیقی از آن الله تعالی است. دوم، مصارف زندگی به اندازه حد کفاف یا حد کفایت باید باشه. نه انسان بسیار زیاد مصارف زندگی به اندازه کفاف یا حد کفایت برای هر فرد جامعه باید از طرف حکومت تنظیم شود. این موضوع دیگه هست. موضوعی هست که حکومت ذمه‌واری ای را داره که همه مصارف مردم را تضمین بکنه، خصوصا کسانی که اونها غریب هستند و کسانی که اونها نمیتونن مصارف خود را به شکل درست تأمین بکنن. حکومت ذمه‌واری داره و ذمه‌داری است که این کار را بکنه و مصارف اونها را به شکل درست برشان بپردازه. الله تعالی در این رابطه می فرماید: رأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. یعنی خداوند جل جلاله در اینجا می فرماید که شما دیدین او کسانی که به دین اسلام تکذیب میکنه، او کسی است که او یتیم را و یتیما را اونها را میرانن و یتیما را اهانت میکنن و به طعام دادن مسکین مردم را تشویق و ترغیب نمیکنن. یعنی اینجا خداوند جل جلاله به یک شکل به ما نشان میده که شما باید به غریبا مال بتین، به مساکین و یتیما پول بتین و سرپرستی اونها را به عهده داشته باشین، که مورد متوجه میشه به حکومت که باید حکومت موارد و مصارف که مردم میکنه او را تأمین بسازه. یا همچنان خداوند ما را تشویق میکنه، یا کسانی که پولدار است اونها را تشویق میکنه: والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. کسانی که مسلمان ها یا مؤمنین واقعی یا عباد الله تعالی، بندگان خداوند، کسانی هستند که در مال های اونها حق معلوم باشه، برای کی؟ برای سوال کننده، برای گداییگر و المحروم و کسی که محروم است و از مال و پول بی بهره است و چیزی نداره، باید بر اونها از مال خود و از پول خود بپردازه و بدهه و حق معلوم داشته باشه و حق مشخص به خاطر تکافل اونها و به خاطر سرپرستی اونها داشته باشه. از این آیات این معلوم میشه که حکومت باید مصارف زندگی انسانهایی که خصوصا غریب هستن اونها را باید برآورده بسازه. و همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: من ترک ضیاعا فإلی و علی. کسی که یک چیز ضایع را پیدا بکنه، ضایع به چی معنا؟ یعنی یک چیزی که ضایع میشه و او کسی سرپرست نداشته باشه، یک شخص باشه، یک مسکین باشه و یک نفر باشه و یا یک غریبی باشه و کسی نداشته باشه که سرپرستی او را بکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید او باید برای ما آورده شوه و ما کفالت و سرپرستی اونها را به عهده دارم. یعنی به حیث امیر و به حیث رهبر مسلمان ها او امی مسئولیت را به خود راجع میکنه و هر مسئول و هر رئیس جمهور و هر حکومت امی مسئولیت داره. اصل پیاده نمودن عدالت اجتماعی و حفظ توازن اقتصادی بین افراد جامعه باید در بین مردم اعتدال مراعات شوه. اتو نباشه که بعضی مردم بسیار پولدار شوه و بعضی مردم بسیار غریب باشه، بلکه به شکل عادلانه در بینشان عدالت صورت بگیره و پول و مال در بینشان به شکل عادلانه توزیع شود. و اینجا الله تعالی می فرماید: کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. این در رابطه با فی، مال فی، او مال را گفته میشه که بدون جنگ از کفار گرفته شود. در آیت قبلی که در اینجا ذکر شده در قرآن کریم، مال فی را ذکر میکنه که وقتی که خداوند برای شما مال فی بدهد و کفار بدون جنگ او را برای شما تسلیم بکنه و اونها تسلیم شوه، او را به فقیرها و غریبا و کسانی که به بضاعت هستند بر اونها بتین. به خاطر چی؟
کلشان یا همه این مال را باید پولدارا و حکومت نگیره. به خاطر چی؟ کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، که نشوه این مال در بین کسانی که پولدار هستند دست به دست شوند. دولتا به معنای دست به دست شدن، تنها پولدارا از مال استفاده بکنه و غریبا و فقرا از او استفاده نکنه. و همچنان در رابطه به زکات پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم، این مال از اغنیایشان گرفته میشه، مال زکات، و به فقیرها داده میشه. یعنی پولی که پولدارا به شکل زکات میده او را باید به فقیرها بده، تا که فقیرها هم تا یک حد در زندگی مساویانه با اونها مساویانه زندگی بکنه. اصل چهارم، اصل ملکیت دوگانه. ما ملکیت دوگانه داریم. یک ملکیتی که قبلا ما گفتیم ملکیت اجتماعی هست و یک ملکیت فردی هست. اسلام هر دو ملکیت را مورد قبول داره و به هر دو توجه داره. با هر دو نظام کپیتالیستی و سوسیالیستی مخالف است. کپیتالیسم تنها ملکیت مردم را یا ملکیت پولدارا را مد نظر گرفته و حکومت را تشویق میکنه یا به حکومت فرمان میده که در او مداخله نکنه، و سوسیالیستی اونها کاملا اختیارات را از مردم گرفته و همه چیزها در اختیار حکومت داده. این دو نظریه متضاد وجود داره، اما دین اسلام کوشش کرده که هم ملکیت خصوصی باید وجود داشته باشه و هم ملکیت عمومی. بعضی چیزها به شکل ملکیت خصوصی باید باشه. کسی که پول و کسی که تجارت میکنه و پول را به دست میاره، او پول از آن او هست و کسی در او مداخله کردن نمیتونه و او ملکیت شخصی او هست و در او تصرف کرده میتونه. و همچنان ما بعضی چیزهای داریم که او چیزها باز ملکیت عمومی هست که مردم در او تصرف کرده نمیتونه. حال ملکیت خصوصی چی معنای داره و چی مفهومی داره؟ اینجا توضیح شده که الاختصاص الحاجز. ملکیت خصوصی چی معنا داره که ما میگیم که اسلام هم ملکیت خصوصی را قبول میکنه و هم ملکیت عمومی را قبول میکنه؟ معنای ملکیت خصوصی یا خاص و فردی چی هست؟ الاختصاص الحاجز. او اختصاصی هست که تنها و تنها به یک نفر تخصص یا اختصاص میگیره یا خاص میشه. یعنی او ملکیتی که تنها از آن یک نفر باشد. اختصاص الحاجز به این معنا که یک چیزی که و یک پولی که و یک شیئی که او تنها از آن یک شخص باشه و ملکیت شخصی او باشه، او را الاختصاص الحاجز. حاجز به معنای مانع، که دیگران در او تصرف کرده نمیتونه، تصرف دیگران در او ممنوع قرار داره و کسی در او تصرف کرده نمیتونه. یا ابن الهمام این ملکیت خصوصی را طور تعریف میکنه که قدرتون یثبتها یا یثبتها الشارع ابتداء الا لمانع. یک قدرتی هست که شارع او را ابتداء بر یک شخص ثابت میسازه. یک قدرتی هست که او در او قدرت تصرف داشته باشه، او را به دست بیاره، مثلا به شکل میراث یا برش میمانه، یا کسی برش هدیه میده، یا مثلا او را خودش کسب میکنه. امی قدرت خداوند جل جلاله که بر یک کسی ثابت بکنه، ابتداعا از او ای چیز محسوب شوه، ای را ملکیت خصوصی گفته میشه. الا لمانع، مگر اگر مانع وجود داشته باشه. کدام مانع؟ اگر باشه که یا به شکل سود او به دست آورده شده باشه یا به شکل حرام به دست آورده شده باشه، در او صورت ملکیت شدن نمیتونه. اما دیگه ملکیت خصوصی عبارت از امو قدرتی هست که ابتداعا به یک نفر از طرف شارع و شریعت ثابت میشه که او در مال خود تصرف بکنه. خداوند جل جلاله در امی ملکیت شخصی یا در مورد ملکیت شخصی و خصوصی
ارشاداتی فرموده و گفته که للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسبن. رجال مردان اونها نصیب دارن، حصه دارن، من مکتسب و از او چیزهایی که خودشان کسب میکنن. چیزی که اونها کسب میکنه از آن خودشان هست و کسی در او تصرف کرده نمیتونه. وللنساء نصیب من مکتسبن و زنا هم نصیب داره، حصه داره از او چیزهایی که خودشان کسب میکنه، کسی در او حق ملکیت و حق تصرف را نداره. پس اینجا ملکیت خصوصی ثابت شد. کسی که یک چیز را کسب میکنه، زن باشه یا مرد باشه، او ملکیت خودشان هست و کسی در او تصرف کرده نمیتونه. یا الله تعالی میفرماید و سارق و سارقت فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. کسانی که دزدی میکنه، زن باشه یا مرد باشه، دستان اونها را قطع بکنین، به خاطر که اونها ملکیت دیگرا را زیر سوال برده، یعنی که گناهی که اینها مرتکب شدن، اونها در حقیقت ملکیت شخصی و فردی و خصوصی یک کسی را تصرف کردن. پس کسی که در ملکیت خصوصی یک کسی تصرف میکنه و او را بدون حق میگیرن، باید دست اونها قطع شود. دین اسلام به ملکیت خصوصی به این اندازه اهتمام کرده که باید کسی که ملکیت خصوصی داشته باشه، دیگران حق نداشته باشد که در او تصرف بکنه و در او مداخله بکنه. پس این معنای ملکیت خصوصی هست که یک نفر او را کسب میکنه و کسی دیگه حق تصرف در او نداره. و همچنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده من قتل دون ماله فهو شهید. کسی که در حفاظت مال خود شهید میشه، در راه دفاع مال خود شهید کشته میشه، او شهید است. یعنی یک کسی میاد دزدی میکنه، از او در خانه او میاد و میخواد که مال او را بگیره، ای در مقابله با او شهید میشه و از مال خود دفاع میکنه و کشته میشه، ای را پیامبر خدا شهید گفته. یعنی ملکیت خصوصی در دین اسلام اعتبار زیادی داره و یک جایگاه خود داره. معنای ملکیت عمومی چی هست؟ معنای ملکیت عمومی او ملکیتی است که منافع او و فایده او به تمام رعایای دولت یا ملت، او اگر مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه، برمیگرده. یعنی همه مردم باید از او استفاده بکنه، مثل آبهای عمومی، مثل مثلا دشتهای کلان، مثل مثلا معادن و چیزهای دیگه که ما داریم. او ملکیت عمومی هست که کسی نمیتونه او را تصاحب بکنه، او را از آن خود بسازه، در او تصرف بکنه، بلکه حکومت او را استخراج میکنه و به شکل درست او را به خاطر منافع مردم و منافع عمومی و عامه و موارد عامه او را مصرف میکنه. مثلا در این رابطه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که المسلمون شرکاء فی ثلاث. مسلمان ها در سی چیز با هم شریک هستند: فی الماء و الکلع و النار. در آب با هم شریک هستند و در الکلع در چراگاه ها و صحراهای کلان و النار در آتش. یعنی آب یعنی چیزهای آبی، ذخیره های آبی کلانی که وجود داره، دریاهایی که وجود داره، بحرهایی که وجود داره، سرچشمه ها یا چشمه های وجود داره، او را کسی تصرف کرده نمیتونه، بلکه مردم عام یا عام مردم میتونه از او استفاده بکنه. الکلع چراگاه های کلان کسی نمیتونه او را تصاحب بکنه یا تصرف بکنه. و نار چیزی که منبع آتش است، او اگر چوب باشه، چوب خشک باشه، او گاز باشه، او مثلا نفت باشه، تیل باشه و موارد نفتی یا منابع نفتی باشه، این همه منابعی که در زیر زمین وجود داره، این منافع عمومی یا ملکیت عمومی هست که کسی در او تصرف کرده نمیتونه و کسی او را تصاحب کرده نمیتونه. پس دین اسلام هم ملکیت خصوصی را قبول داره و او را احترام داره و او را مورد قبول قرار داده و همچنان بعضی موارد را ملکیت عمومی گذاشته و او را به شکل ملکیت عمومی معرفی کرده که در او همه مردم یا همه ملت شریک هستند و کسی نمیتونه که او را تصاحب بکنه. به این خاطر فقها ها گفته یک نفر نمیتونه در پهلوی دریا یا در لب دریا خانه خود را جور بکنه که دیگه مردم را از گرفتن آب مانع شوه یا بر اونها مزاحمت خلق بکنه.
اصل پنجم اصل آزادی اقتصادی هست، یعنی مردم در اقتصاد و در موارد اقتصادی و در کسب اموال یا پول یا به دست آوردن موارد اقتصادی اونها آزادی دارن که به هر شکلی که بخواین که حلال باشه، البته قیودات را وضع کرده او را به دست بیاره، البته به شکل حلال و به شکل مو اصول و قواعدی که دین اسلام برای او وضع کرده. پس مسلمان در تصرف مال یا به دست آوردن مال یا کسب مال آزادی داره که او میتونه تجارت های کلان و بزرگی را ایجاد بکنه، کمپانی های کلان را ایجاد بکنه، شرکت های کلان را تأسیس بکنه و هیچ گونه بالای اونها کدام قیود وضع نمیشه از طرف حکومت که نمیتونه شرکت بسازه، نمیتونه مثلا پانتونی را بسازه، نمیتونه مثلا یک تجارتی را آغاز بکنه یا تأسیس بکنه. البته این آزادی که ما قبلا هم اشاره کردیم یک سلسله قیود و قیدها و بندهای داره که او به شکل حرام نباشه، تجاوز بر حق دیگران نباشه، سوء استفاده از ملکیت دیگران نباشه. در این چیزها باید مسلمان محتاط باشه و این را مد نظر خود بگیره، دیگه میتونه که او کاملا آزادی اقتصادی داشته باشه. در کپیتالیسم کاملا مردم را آزادی داده که به هر شکل و به هر طریقه او پول را و مال را به دست بیاره، هیچ گونه قید و بندی نداره، اگر حرام باشه یا حلال باشه، سود باشه، خیانت باشه، هر چیزی که باشه، البته هدفی است که پول را به دست بیاره، اونجا هیچ گونه قیود نیست. اما دین اسلام آزادی داده، در ضمن آزادی بعضی قیود را وضع کرده. و در جانب مقابل که سوسیالیسم قرار داره که او سوسیالیسم کاملا آزادی اقتصادی را از مردم گرفته و مردم را اجازه نمیتن که اونها پول را به دست بیارن و شرکت های را بسازن، بلکه برای اونها میگن که شما کار بکنین به اندازه توان خود و وقتی که در بین شما منافع و ثروت ها توزیع میشه او به شکل مساویانه باید باشه و هیچ کس پول زیاد را به دست آوردن نمیتونه و شرکت را و همچنان کمپانی ها را ساخته نمیتونه. دین اسلام یک دین معتدل هست که او هم آزادی اقتصادی داره و در ضمن آزادی اقتصادی بعضی قیودها و بعضی اصول و مقررات را وضع کرده که مسلمان از او باید پای خود را براتر نگذاره، مثلا احتکار نکنه و بعضی موارد دیگه که ذکر شده در درس‌های قبلی او چیزهای حرام را مرتکب نشود. به این خاطر دین اسلام اصول را و اساسات را وضع کرده. اصل ششم اصل رشد و نمو اقتصادی فراگیر و همه‌جانبه. دین اسلام به خاطر امین آمده و یا مسلمان را تشویق میکنه که اونها روی زمین را آباد بسازه و از طریق کار اقتصادی و از طریق رشد اقتصادی او کوشش بکنه که روی زمین را آباد بسازه، به مردم ترقی و پیشرفت به بار بیاره و باعث رشد و پیشرفت زندگی مردم شوه و همچنان روی زمین شوه. خداوند جل جلاله در این رابطه می فرماید هو الذی هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها. خداوند جل جلاله هو انشأکم من الارض، خداوند شما را از روی زمین آفریده، یعنی شما را از امی زمین پیدا کرده. اصل شما از خاک است و از امی زمین هست که آدم علیه السلام از او پیدا شده و ما هم نسل آدم علیه السلام هستیم و ایره طب هم ثابت کرده، ساینس هم ثابت کرده که عناصری که در وجود انسان وجود داره و عناصر در روی زمین همه ایشان وجود داره. از این معلوم میشه که انسان از امی خاک آفریده شده. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها. واستعمرکم چی معنا؟ شما را در این روی زمین استعمار کرده. استعمار طلب عمارت را گفته میشه، طلب آبادانی، و از شما طلب آبادانی میکنه که شما در روی زمین آفریده شدین، باید امی روی زمین را چی کنین؟ او را آباد بسازین. واستعمرکم فیها، شما را در روی زمین
تعمیر داده یا زندگی داده به خاطر که روی زمین را آباد بکنین. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. و در زمین مغفرت هم بخواین، توبه هم بکنین و از کار ناروا جلوگیری بکنین. و در دیگه جای می فرماید قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. یاد کنین او وقتی را که خداوند به ملائکه گفت که اینی جاعل فی الارض خلیفه، ما در روی زمین خلیفه خود را مقرر می سازم یا خلق و پیدا می کنم. یعنی خلیفه به چی معنا؟ که او در روی زمین خلیفه و نماینده خداوند باشه و ارشادات خداوند را در روی زمین عملی بکنه، که ارشادات خداوند امی است که خداوند برای ما گفته که شما در روی زمین زمین را آباد بسازین. موارد دیگه هم گفته در بخش عقیده و در بخش عبادت و در همه بخش ها. اما در بخش اقتصادی خداوند جل جلاله برای ما و شما گفته که ما باید روی زمین را آباد بکنیم و ما خلیفه الله تعالی هستیم در روی زمین که از ما خواسته که روی زمین را آباد بسازیم. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من. امی همه چیزها را که در روی زمین شما میبینین و در آسمان ها هست، او را خداوند برای شما مسخر کرده تا شما از او استفاده بکنین. آفتاب برای شما مسخر است که باعث زراعت زمین میشه، مهتاب برای شما مسخر شده، زمین برای شما مسخر است، آب برای شما مسخر است، تا از اینها استفاده کرده و روی زمین را آباد بسازین. و در دیگه جای می فرماید در رابطه با کار اقتصادی، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وقتی که نماز جمعه را ادا بکنین، فانتشروا في الارض، باز در روی زمین پخش شوین، وابتغوا من فضل الله، شما او را شما از فضل خداوند، از مال خداوند طلب بکنین، یعنی تجارت بکنین و پول حلال را به دست بیارین، که از این طریق شما اقتصاد مردم را قوی بسازین و همچنان اقتصاد خودتان را هم قوی بسازین. پس از این معلوم میشه که دین اسلام و اقتصاد اسلامی، اصل اقتصاد اسلامی ای است که باید روی زمین رشد بکنه و اصل رشد و نموی اقتصادی در اقتصاد اسلامی مطرح است. و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم است که اذا قامت الساعت و فی ید احدکم فسیلتون ای شتلتون فاستطاع ان لا تقوم حتی یغرسها فلیغرسها فله بذلک اجر. کسی که در حالت باشه که قیامت قائم شوه و در دست او یک بوته باشه از یک سبزه که او را میخواه غرس بکنه، باید او را غرس بکنه. یعنی قیامت قائم شد، دیگه آفتاب از طرف مغرب طلوع کرد که او آخرین علامه قیامت است، باز هم اگر شما توان داشته باشین که یک درخت را زرع بکنین یا او را کشت بکنین، این کار را بکنین. یعنی به این معنا که به این اندازه دین اسلام با آبادانی زمین و آبادانی روی زمین توجه کرده که اگر قیامت هم قائم شد، شما میتونستین که یک کاری را بکنین به خاطر آبادی زمین، این کار را بکنین. اصل اعتدال در مصرف، نه باید زیاد مصرف بکنیم و نه زیاد باید بسیار بخیل باشیم، بلکه در مصارف ما باید از اعتدال کار بگیریم. و یک چیز بسیار تجربه شده خوبی هست که اگر کسی زیاد مصرف بکنه، او باز در آخر غریب میشه و به دیگران مجبور میشه. و همچنان اگر زیاد بخیلی بکنه، در روز قیامت خداوند از او پرسان میکنه، چرا که حق غریبا و مساکین را نداده. اینجا خداوند میفرمای و آتی ذی القربا حقه و المسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. و آتی ذی القربا حقه، به قریبای خود، اقربای خود و دوستای خود حقشان بتین و مسکین را حقش بتین و با مسافر حقشان را بدهید. خو ولا تبذر تبذیرا، شما زیاد مصرف هم نکنین، زیاد از حد تجاوز هم نکنین در مصرف. پس دین اسلام دین اعتدال است و در این رابطه آیات زیاد ما داریم که به این دلالت میکنه که ما باید پول خود را نه به شکل بسیار زیاد و غیر عادلانه مصرف بکنیم و نه همچنان بسیار بخل بکنیم. این آیات همه به این دلالت میکنه که کسانی که اونها در روی زمین از بسیار آزادی در خوراک و در ملذات استفاده میکنه، اونها
در حقیقت ظالم هستند، یعنی ظلم میکنن که بسیار با آسودگی زندگی میکنن، بسیار میخواین که به خود آرام و راحت زندگی بسازن و حق مظلوم و حق غریب و حق مساکین را نتا، این یک کار خوبی نیست. پس دین اسلام دینی هست که برای ما ما را تشویق میکنه که ما هم در راه خداوند و به اولاد خود و به فامیل خود مصرف بکنیم و همچنان ما زیاد از تبذیر و از بسیار مصرف کردن هم جلوگیری بکنیم. اصل ملکیت مجازی که قبلا ما گفتیم که ملکیت از آن خداست، یک ملکیت حقیقی از آن خداست. دوم ملکیت مجازی است. این مسئله در اینجا خلاصه مطرح شده که ملکیت مجازی چی معنا داره، این ملکیت مجازی چند معنا داره. وقتی که ما امی سخن را در ذهن خود جای بتیم که ملکیت از آن خداست، مالک حقیقی الله تعالی هست و ملکیت ما در مال ما ملکیت مجازی هست، ما چند نکته را در قلب خود و در ذهن خود جای میتیم. وقتی که انسان در مورد مصرف و در مورد انفاق در راه خداوند جل جلاله خداوند چی میکنه، راهنمایی میکنه، در ذهن انسان امی گپ را ترسیخ میته که این مال از تو نیست، مال از خداوند است. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. این مسئله قبلا گذشته اما چند نقطه را اشاره کرده. وقتی که در تنظیم مال برای ما چی میکنه ارشادات میفرمایه، بازم خداوند جل جلاله یک گونه امی ملکیت ما را مجازی میدانه. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. شما اون پول خود را و مال خود را به سفها و به عقلان نتین که اون مال را خداوند برای شما سبب قیام، سبب قوام و سبب زندگی شما گردانیده. و همچنان در جای دیگه میفرمایه آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. شما از اون مال را خیرات بکنین که خداوند شما را در او خلیفه گردانیده. این یک جمله معترضه شد که ذهن شما به کدام سوی تفاهم نروه. ما در اصول اقتصاد اسلامی بحث میکردیم اما یک مسئله آمد که ملکیت مجازی چی هست. ملکیت مجازی است که اصل الله تعالی مالک همه چیز هاست و ما که ملکیت مجازی داریم در 3-4 نقطه خداوند جل جلاله ما را به او متوجه میکنه. اصل نهم امیر میخوانیم و به امی درس خاتمه میتیم به خاطر که وقت درس تمام شده. اصل نهم ای است که اقتصاد اسلامی اقتصاد عقیده است. ما به او مسائل ما را چی میکنه، تشویق میکنه یا راهنمایی میکنه که عقیده ما برای ما او را حلال دانسته. فکر ما، دین ما، منهج ما، خوردن شراب، گوشت خوب یا قماری چیزها عقیده ما ای را قبول نمیکنه. وقتی که عقیده ما ای را قبول نمیکنه، اقتصاد اسلامی هم کوشش میکنه که از این چیزها ما جلوگیری بکنیم. همچنان اقتصاد اسلامی اقتصاد اخلاقی هست، یعنی موارد اخلاقی در اومد نظر گرفته شده، به این معنا که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته یا فرموده التاجر الامین و تحت ظل العرش یوم القیامه. تاجر امین که او امانتکار باشه، اخلاق درست داشته باشه در تجارت، او در زیر سایه عرش خداوند می باشه. پس این به این دلالت میکنه که اخلاقیات در این معتبر است در اقتصاد اسلامی. وقتی که اخلاقیات ما معتبر بدانیم، این چیزها را باید مد نظر بگیریم. به طور مثال حفظ امانت داری در تعامل، کار و معاملات، وفا به عقدها و وعده ها، این چیزها باید در تجارت ما مد نظر بگیریم. در نظام اقتصادی اعتدال و میانه روی. اقتصاد اسلامی بر برادری مسلمان ها بلکه تمام انسانیت چی میکنه، تأکید میکنه ما باید با هم برادر باشیم، منع نمودن از چل و فریب و همچنان کارهایی که باعث فریبکاری دیگر ها شود. این موارد اخلاقی است که در اقتصاد اسلامی مطرح شده. این بود اصول و اساسات اقتصاد اسلامی در بخش که او ثابت است، یعنی در بخش ثابت همی اصولی هست که ما خواندیم 10 اصول. این 10 اصول به این دلالت میکنه که این اصول ثابت است، این را باید هر وقت ما مد نظر خود بگیریم. دوم یا بخش دوم اقتصاد اسلامی بخش تغییرپذیر است که انشاءالله در درس بعدی او را تعقیب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.